Okay. Oh, all right. So remember what I said is that one of the dimensions of the seven spirits of God is that there are angels assigned to these different virtues of the Holy Spirit. که فرشتگان به طور بخصوص به ویژگی‌های خاص خدا مربوط هستن یا در واقع یکی از مسئولیتشون هم کردن ویژگی‌های خاص خدا هستش. And we are called to learn how to cooperate with those virtues. و ما باید یاد بگیریم که چگونه با این ویژگی‌های خاص خدا همکاری کنیم. We're called to learn how to cooperate with heaven. ما باید یاد بگیریم که چگونه با آسمان همکاری بکنیم. How to participate with heaven. چگونه در واقع در برنامه‌های آسمان شریک بشیم. And this is part of counsel. و این در واقع جزوی از مشورت هستش. Because the only way that might gets released in the earth, تنها راهی که قوت میتونه در روی زمین جاری بشه, is when you follow the counsel of the Lord. وقتی هستش که شما میتونید با آسمان مشورت بکنید و مشورت آسمان رو چیکار کنید دریافت بکنید. So remember in the Old Testament, Naaman. در عهد قدیم نامان. Naaman had leprosy. بکنم نامان بودش که شبود نرمان بود که در واقع جزامی بود و اومد نزد مرد خدا. And what did the prophet tell him? و مرد خدا نبی خدا بهش چی گفت؟ Go wash 7 times in the Jordan. گو برو در رود اردن 7 بار خودت رو بشور. And Naaman, who was a high-class individual, از یک خانواده خیلی سطح بالایی اومده بود. He's like, I'm not going to go wash in that dirty river. من چگونه میخوام خودم رو در این رودخانه به این کثیفی خودم رو بشورم؟ There's many more rivers closer. یه مش رودخانه تمیز و بزرگتر و قشنگتر از این تو آشور وجود داره. And they're cleaner too. و تمیزتر از این هم هستن. And Naaman's servant tells him. و یکی از افرادی که در کنار نارمان چی بود؟ نارمان بود بهش میگه. He says, "Why don't you just do what he's saying if you want to get healed?" میگه چرا از این مرد خدا اطاعت نمی‌کنی اگه می‌خوای شفا پیدا کنی حرفش رو گوش کن. And he was told, "Dip 7 times in the Jordan." میگه بهش گفته شد 7 بار خودتو فرو ببر در دریای در رودخانه اردن. Fine, I'll go do it. میگه اوکی باشه انجام میدم. So he goes to the Jordan. میره تو در رودخانه اردن. And he gets in there and he dips 7 times. و 7 بار خودش رو چیکار می‌کنه فرو می‌بره در آب. When he goes in one time, he still has leprosy. یه بار میره هیچ اتفاقی نمیفته. And then 2, 3, 4, 5. 5 بار نه. And if he would have stopped at 6. حتی اگه ششمین بار انجام میداد و همونجا وامیستاد. He would have walked out with leprosy. بازم جزامی بود. Why? چرا؟ Because the counsel of heaven. به خاطر اینکه مشورت آسمان. Was go dip 7 times. 7 بار به اسپریتوال. And on the 7th time. بار هفتم هستش. When he came up out of the water, he was healed. که وقتی که از آب میاد بیرون شفا پیدا میکنه. Power. قدرت میاد. Worked with counsel. قوت میاد. قوتی که با مشورت همکاری میکنه. This is why they work in pairs. بنابراین اینها با هم دیگه دو به دو کار میکنند. Are you hearing what I'm saying? شنیدین دو به دو با هم دیگه همکاری میکنند. You see this? قوت با مشورت همکاری میکنه. All right, and so you see this many times. اینو بارها تو کتاب مقدس می‌بینیم. Where the Lord would give counsel. که خداوند مشورتش با یه نفر در میون می‌ذاره، حکمت مشورت می‌کنه. Jesus made mud, put it on a blind man's eyes. عیسی مسیح میاد و گل درست می‌کنه روی چشم یک نفر قرار میده. He says, "Go wash in that pool." حالا برو در اون حوض اونجا اون چشمتو پاک کن. Why can't you just say, "Be healed"? چرا نگفتی شفا پیدا کن؟ So much easier. خیلی به نظر راحت تر میاد. Because Jesus only did what he saw the Father do. به خاطر اینکه پسر میگه من هیچ کاری رو بجز اینکه اول ببینم پدر انجام داده انجام نمیدم. And he only operated from what he saw from the counsel of heaven. پس همیشه در مشورت آسمان میبینه و بعد انجام میده. And when people obeyed the counsel of heaven. و وقتی که انسان‌ها یا ایمانداران مشورت آسمان رو می‌بینن و بعد انجام میدن، the might of heaven was released. اون وقت قوت آسمان رها میشه. Amen. آمین. And so there are heavenly beings. There are angels. پس فرشتگان خدا هستند that carry these که این ویژگی‌های خاص خداوند رو حمل می‌کنند. That step into our meetings. و میان در بین ملاقات‌های ما.
step into circumstances. یا میان در موقعیت‌های ما. And we can be sensitive to what the Lord is wanting to do. اگه ما میتونیم خودمون رو به آنچه که خداوند میخواد انجام بده حساس کنیم. But many times we're too natural-minded. ولی خیلی مواقع ما فکر طبیعی و دید خیلی طبیعی داریم. He says the natural mind does not discern what the Spirit is doing. و کلام میگه که یک فکر زمینی یا دنیوی نمیتونه درک بکنه آسمان چه چیزی رو میخواد انجام بده. You know, I've prayed to the Father for years. من به نزد پدر سالیان سال دعا کردم. I prayed to Jesus for years. من به حضور عیسی مسیح سالیان سال دعا کردم. But I felt lately in my heart. ولی اخیراً احساس کردم تو قلبم. This need to develop a deeper relationship with the Holy Spirit. که باید یک رابطه عمیق‌تر و نزدیکتری رو با روح القدس به وجود بیارم. And the Holy Spirit is the forgotten part of the Trinity. و معمولاً می‌تونیم اینو علناً بگیم که روح القدس یک قسمت فراموش شده تثلیثه در رابطه ما. We think, oh, it's just the power of God or some force. این فقط قدرت خداست. No, the Holy Spirit is no less God than the Father. روح القدس یک ذره کمتر از خود خدا خدا نیست. No less deity than Jesus. همونقدر خداست که عیسی مسیح خداست. Amen. همونقدر خداست که پدر خداست. And the church has forgotten about the Holy Spirit in many cases. به طور کلی کلیسا رابطه‌اش با روح القدس درست عمل نمیاره. تقریبا فراموش کرده روح القدس رو. We get comfortable doing church the way we've always done church. ما خیلی راحتیم تو که میدونیم کلیسا رو به همون جوری که یاد گرفتیم انجام بدیم، تکرارش کنیم. We get comfortable doing things the way we've always done them. این یه خیلی عادت دیگه. عادت برای ما این هستش که روش‌هامون همونی که سالیان سال دیگران انجام دادن ما هم تکرار کنیم. And the Holy Spirit wants to break into our meetings. ولی روح القدس میخواد بیاد و در میان ملاقات‌های ما شرکت بکنه. He wants to break into our circumstances. میخواد در میان موقعیت‌های زندگی ما شرکت کنه. And the Lord is wanting us to become a people who recognize what heaven is doing. و ما باید به عنوان مردمان خدا درک بکنیم که آسمان میخواد چه کار بکنه. I mean, God could have opened the jail cells for Peter in the book of Acts. خدا میتونست در کتاب اعمال رسولان دروازه های درهای زندان برای پتروس باز کنه. He could have just done it with a word. میتونست با کلامش این در رو باز بکنه. But what does he use? ولی چه کسی رو استفاده میکنه؟ Angels. فرشتگان خودش رو استفاده میکنه. He uses heavenly messengers. اون در واقع فرستاده های آسمانی رو استفاده میکنه. It even says that angels ministered to Jesus on a couple of occasions. و چند بار هم میگه فرشتگان هستن که در واقع به عیسی مسیح خدمت میکنند. Hebrews says that the angels are meant to minister to us who have inherited salvation. و در واقع عبرانیان میگه که فرشتگان در واقع خوانده شدن که به بدن مسیح که کلیسا هستش خدمت کنند. Now here's one of the problems we have. حالا یکی از مشکلاتی که ما داریم چیه؟ Is that we're thinking, "Oh, I want to see angels." ما میگیم من میخوام یه فرشته رو ببینم. Or I want to see the Holy Spirit moving. من میخوام ببینم روح القدس چجوری کار میکنه. I want to see what's going on in the spirit. من میخوام ببینم که توی دنیای روح چه اتفاقی داره میفته. But here's the problem. ولی مشکل چیه؟ Is that we're thinking, "I want to see him with this." ما داریم میگیم من میخوام با چشای دنیوی اینو ببینم. Ephesians 1 says you have another set of eyes. ولی افسسیان یک میگه تو یه دونه چش دیگه هم داری به جز این چش. These are not the only eyes that you have. این تنها چشایی که شما دارید نیست. Ephesians 1 says that you have eyes in your heart. میگه شما چشمانی در قلب خودتون دارید. Eyes in your understanding. که به شما فهم آسمانی و روحانی میده. And we're going to come to the realization that those eyes are actually, you can trust those eyes more than you can these eyes. و به اون نقطه میرسیم که اون وقت میتونیم اطمینان بیشتری به اون چشمان آسمانی داشته باشیم که در دلهای ما قرار گرفته تا چشای دنیویمون. That realm of understanding. که اون در اون دنیای فهم و درک دنیوی. Another way you could say it is the realm of your imagination. در اون دنیایی که تصورات خودتون هست. When he says in Ephesians 1:17 and 18. در افسسیان 1:17-18. He says that the eyes of your heart would be enlightened. که میگه چشمان قلب شما باز بشه و روشن بشه.
You could actually say the eyes of your understanding. یا چشمان درک شما یا فهم شما باز بشه. Or the eyes of your imagination. یا چشمان تصورات شما یا imagination تصورات میشه دیگه. بله؟ تصورات شما باز بشه. Now let's talk about that for a minute. بذارید اینو شرح بدم. Because as soon as you hear the word imagination. بخاطر اینکه اول وقتی کلمه تصور رو میشنوید یه دفعه شاید به نظر میاد نه من نمیخوام تصورات داشته باشم. That's weird. این عجیبه من نمیخوام. I'm not talking about making up something in your imagination. من نمیگم که شما خودتون تصوراتی رو از خودتون تولید بکنید. I'm talking about that there is another that you have five spirit you have five natural senses. میدونید که شما 5 تا حس دنیوی جسمانی دارید. Right. Seeing, hearing, دیدن، شنیدن، feeling, احساس کردن، smelling and tasting. که و مزه کردن. Right, you have five natural senses. 5 تا حس طبیعی دارید. And it's how you connect with the natural world around you. و به این از طریق این 5 تا حس دنیوی هستش که با دنیای فیزیکلی و بیرونی میتونید تماس حاصل کنید. But you have also 5 spiritual senses. ولی شما 5 تا حس روحانی را هم دارید. Spiritual eyes. در واقع بهش میگن چشمان روحانی. Spiritual ears. یا بهش میگن در واقع گوش‌های روحانی، چشم روحانی. Have you ever felt something in your spirit that just احساس کردین یه چیزی تو قلبتون یا در روحتون؟ Like I feel I shouldn't go there today. که مثلا میگه احساس می‌کنی نه بس یه جا بری؟ I feel like I should do this today. یا احساس می‌کنی بس اون کارو اونجا بکنی؟ I feel like I should call this person. یا احساس می‌کنی بس به نفر تلفن کنی؟ You ever had that feeling? یه احساس درسته میگی شاید بس امروز به فلانی تلفن کنم. That's not your natural sense of feeling. این احساس دنیوی و جسمانی شما نیست. That's your spiritual sense of feeling. این احساس روحانی شماست. Now let me tell you how powerful the realm of imagination is. حالا بهتون شرح بدم که چقدر اون دنیای تصور قوی و قدرتمنده. Now have you ever been you start to think about things. Okay. And you start to get stressed and worried and anxious. که مثلا آیا شده که مثلا شروع می‌کنید درباره یه سوژه خیلی فکر کردن، دائما فکر می‌کنی و یواش یواش شروع می‌کنی استراب گرفتن، دپرس شدن، افسرده شدن، یعنی خیلی احساس فشار می‌کنی؟ Like what if this starts to happen? اگه این اتفاق بیفته چه اتفاقی میفته؟ What if this goes wrong? اگه این اتفاق خراب بشه چه اتفاقی میفته؟ What if this person does this? اگه این مرد یا زن اینو بگه چه اتفاقی میفته؟ What if that doesn't happen over there? یا این اگه نشه چی؟ And you begin to worry. و شروع میکنی نگران شدن. And all of a sudden you're stressed. یه دفعه به خاطر تصوراتی که دارید تمام بدنتون زیر فشار قرار میگیره، احساس اون فشار و افسردگی رو فیزیکلی حس میکنید، درسته؟ All right. Or what about maybe, all right, maybe guys might relate more to this, I don't know. Oh no, you want to go there, okay, you go there. But what about, you see somebody yeah. that you start having some wrong thoughts about. Yeah, یه نفر مثلا یه نفر رو میبینی، یه خانومی رو میبینی و تصوراتی در فکر به وجود میاد و تمام بدنت رو تحریک میکنه با اینکه اتفاقی فیزیکی نیفتاده در فکرت، درسته؟ Okay. Maybe it's lustful thoughts. Maybe افکار زنا. Maybe it's thoughts of anger or hatred. یا شروع می‌کنی خشمگین شدن و عصبانی شدن نسبت به نفر و هی رو اون فکر می‌کنی و شروع می‌کنی اونقدر عصبانی میشی که می‌خوای یه کاری بکنی مثل قتل. Now probably everyone in this room can relate to at least one example I gave. یکی از همه تو این اتاق میتونن یکی از این مثالا رو بیارن بگن آره من اینو درک می‌کنم. Right? آمین. Okay. Okay. Now When those thoughts come to you, خب وقتی اون افکار وارد مغزمون میشه, those thoughts are coming in your imagination realm. اونها دارن در تصورات شما قرار میگیرن. And what do you do with those thoughts? حالا با اون تصورات یا با اون افکار چه کار میکنید شما؟ Hopefully, امیدوارم you pull them down. میاریشون پایین زیر کلام قرارشون میدید. Lord, I'm so sorry. I'm thinking about that. من اصلا نباید درباره این فکر میکردم. Lord, I don't want those thoughts. من اون افکار رو نمیخوام. I want to think different. میخوام یه جور دیگه فکر کنم. I don't want fear.
نمیخوام ترس داشته باشم. I don't want to be ruled by unforgiveness. من نمیخوام با عدم بخشش زندگی کنم. I don't want lust. نمیخوام با شهوت زندگی کنم. See, you will war against those thoughts, won't you? شما در مقابل اون افکار میجنگید. Yes? بله. بعضیا. Why will you war against those thoughts? چرا باید بجنگی با اون افکار؟ Because you know that even though it's in the realm of the imagination, با اینکه می‌دونید که این افکار در اون بُعد تصورات هستند, that you can still bring the fruit of that into the natural. ولی می‌دونید که میوه اون تصورها به راحتی می‌تونن در دنیای فیزیکلی تولید بکنن خودشون رو. یعنی به عمل بیان. با اینکه در اون بُعدن اگر روشون زیادی فکر بکنی علنی میشن. So Jesus says, you've heard, don't commit adultery. من به شما گفتم که زنا نکنید. یعنی شریعت به شما گفته زنا نکنید. But I'm telling you, don't lust. ولی من به شما میگم که شهوت نداشته باشید. Because you're committing it in your heart. بخاطر اینکه در قلبتون دارید این گناه ها میکنید. In your imagination. در تصوراتتون داره اتفاق میافته. You've heard, don't murder. میگه کلام شریعت گفته قتل انجام مدهید. I'm telling you, don't hate. من دارم به شما میگم نفرت نداشته باشید. Why? چرا؟ Because if you hate, بخاطر اینکه نفرت داشته باشی, you're going to bring the fruit of that hate. بخاطر اینکه میوه نفرت رو تولید میکنی. That exists in the imagination realm. که این میوه اول در تصور شماست. You're going to bring that into your life right now. ولی شما این میوه رو تولید میکنی فیزیکلی در انتها تو دنیا. Because that imagination realm births things. بخاطر اینکه دنیای تصورات ما در واقع تولید میکنه متولد میکنه یه چیزی در زندگی نرمال یا فیزیکلی ما. So you're going to church. داری میری کلیسا. You're like, oh Lord, I just can't wait to get to church. هر چیزی تا خدا میخوام به کلیسا برسونم. And all of a sudden, maybe it's worry. ولی یه دفعه تو راه کلیسا که هستی شروع میکنی نگران شدن. Get a phone call. یه تلفن بهت میشه. Or you remember something. یا یه چیزی بهت یادآوری میشه. And now you're worried about it. حالا باز فکر اون روشی و نگران اون مسئله باشی. You're fearful. حالا شروع میکنی ترس رو گرفتن. Or it's a lustful thought. یا یه فکر شهوت هست. Or it's a thought of hatred or bitterness. یا فکر یه نفر میفتی که تو کلیسا بهت بدی کرده و میخوای ازش دستش عصبانی هستی. And you're thinking, oh my God, I'm going to church right now. بعد میگه من دارم میرم کلیسا. Lord, I just want to get those thoughts out of my mind. من میخوام این افکار از مغزم بیرون کنم. And you'll war against those thoughts. و شروع میکنی جنگیدن. But then you'll come in here. بعد میای اینجا. And you'll begin to worship. و شروع میکنی پرستیدن خدا. And in your imagination. و یه دفعه در تصورات شما. You'll have this thought. این فکر میاد. I think there's an angel right there. فکر میکنم یه فرشته اینجاست. That's just my imagination. آه نه این تصور منه. 5 minutes ago. 5 دقیقه قبلش. You were warring against that imagination. شما داشتین با همین تصور میجنگیدی. And now. حالا. It's just my imagination. داری بهش میگی نه این فقط تصور منه. I feel like God wants me to get up in the front and begin to dance. من تصورت میاد یه فکری. فکر میکنم خدا داره میگه من بس بیام جلو برقصم. It's probably just me. بعد یه دفعه خودت میگی نه حتما خودم هستم. It's not God. خدا نمیتونه باشه. It's just my imagination. این فقط تصور من هستش. Why will you give your imagination power in the negative and not in the spirit? خب پس چرا به تصورات افکار خودتون در جنبه های منفی قدرت میدید ولی میخواد جنبه مثبت که داشته باشه میگید چیزی به جز تصور نیست. کنار میذاریش. Why will you believe that you can bring the fruit of a negative thought into the natural? چرا باور میکنیم که میتونیم و اینو باور داریم که میوه های منفی و افکار منفی و تصورات منفی رو اگه بهش تن بدیم میتونیم تو دنیا تولید کنیم؟ But you won't believe that you can bring the fruit of something in the spirit. ولی باور نداریم که میتونیم میوه های افکار نیکو و تصورات نیکو رو بتونیم در دنیا هم تولید کنیم. Does that make sense? درک میکنید چی میگم؟ Yeah, does that help? آیا کمک میکنه؟ Because what I want you to see, بخاطر این چیزی که میخوام ببینید, we give so much power to the negative. چه ما خیلی به افکار منفی و جنبه های منفی تصوراتمون قدرت دادیم.
you won't just let those hopefully you won't let those thoughts just continue, those negative thoughts. امیدوارم که شما اجازه نمیدید که اون افکار منفی دائما در شما کار کنند. Because you know that's not healthy. به خاطر اینکه میدونی که این سالم نیست. I know that's not going to produce anything good. من میدونم که این چیز سالمی رو تولید نمیکنه. But over here in the when it comes to the things of the spirit. ولی وقتی در دنیای روح قرار میگیریم. Oh, that's just my imagination. بهش قدرت نمیدیم. Why don't you act on it and see what happens? چرا بر طبق اون افکار عمل نمی‌کنید و ببینید چه اتفاقی می‌افته؟ We'll put faith over here in the negative. Let's put faith in what the spirit is doing. شما ایمان رو در جای منفی قرار میدی که باش بجنگی، ولی ایمان رو در جنبه مثبتش قرار نمیدی، میذاریش کنار چون به نظرت منطقی نیست. Ask the Holy Spirit. I added this because you don't think it's logical. Yeah. You know. Yeah. But over here we'll fight against it. Yeah. چون جنبه منفی به ما درس داده شده. I'm just going to explain it in some more. چون جنبه منفی افکار به ما درس داده شده. خیلی بارها به ما گفتن این دیوارها رو که در ذهنمون به وجود آوردیم و زیر پای کلام خدا فرو بریزیم. این میگه حالا چنین فکری در شما باشه که در عیسی مسیح بود. فکر شما پس دائما جنبه های منفی رو به ما یاد دادن. که این جنبه های منفی فکر رو باید چیکار کنیم زیر پا بذاریم. و برای اینها غلبه کنیم. اینو یاد گرفتیم. اینو تشخیص میدیم، بر ضدش هم حرکت میکنیم. ولی وقتی که خداوند میخواد با ما کار کنه و چیزهایی رو در دنیای روح به ما نشون میده که برای ما عجیب و غیر منطقی به نظر میرسه، اینها رو کنار میذاریم. چون به منطقمون راه نمیده یا منطقمون بهشون راه نمیده یا یاد نگرفتیم به این افکار مثبت یا چیزایی که روح داره به ما نشون میده چیکار کنیم تن بدیم. So this is how you begin to cooperate with heaven. پس اینجوری یاد میگیرید که چگونه با آسمان همکاری بکنید. You begin to ask the Holy Spirit. شروع میکنید از روح القدس سوال کردن. Awaken my spiritual senses. بگذار که پنج حس روحانی من زنده بشه. Awaken the realm of my understanding. بگذار که دنیای فهم و درک من زنده بشه. The realm of imagination. بگذار که تصور روحانی من and باز بشه. Because what you're going to begin to do is you're going to begin to exercise that muscle. به خاطر اینکه حالا این عضله روحانی رو شروع می‌کنی باهاش چیکار کردن؟ کار کردن. You're going to exercise those spiritual eyes. حالا شروع می‌کنی عضلات چشم روحانی تو باهاش کار کردن. And the more you yield to it, و بیشتر وقتی خودت رو تسلیم می‌کنی به این, the more sensitive you'll become. بیشتر حساس میشی به اون دنیا. And the more you'll act out on those things. و شروع می‌کنی راحت‌تر عمل کردن بر طبق چیزهایی که روح القدس بهت نشون میده. The other night I was in my hotel. چند روز پیش در هتل خودم بودم. And I was just seeking the Lord a little bit. داشتم با خداوند مشورت می‌کردم و صحبت می‌کردم. I was doing some study for the sessions. و داشتم آماده می‌کردم خودم رو برای دروس این کلاس‌ها. And I thought of a friend. و یه دفعه فکر یکی از دوستانم به ذهنم اومد. And when I thought of that friend, و وقتی که فکر اون دوستم به ذهنم اومد, in my heart, در درون قلبم, I saw a verse. یه آیه خداوند بهم نشون داد. Now was it with my physical eyes? این با چشم دنیوی خودم نبود. But you can get to a point where because you trust in it, it's almost like you're seeing it in the natural. ولی میتونید به یه جایی در زندگی روحانیتون برسید که همونقدر این واقعی برای شما بشه که با چشمان روحانیتون یه چیزی رو میبینید که با چشم جسمانیتون دارید میبینید. And so I thought, okay, Lord, I read the verse. بعد وقتی که این آیه رو در دلم دیدم، نگاهش نگاه کردم. It didn't seem very significant to me. به نظرم خیلی مهم برای من نیامد. It's an okay verse, I guess. یه ورس اوکی و نرمالی هستش. Nothing great about it. یه چیز خیلی عجیب غریبی نبود. And so I began to just pray again. پس شروع کردم دوباره دعا کردن. And I just felt this impression again. بعد دوباره احساس کردم در درون قلبم. For this person. برای این شخص. And this is a very very busy person. و این شخص بسیار شخص مشغولی هست. یعنی خیلی چیزه. اشغالاتش زیاده. I said, okay, Lord. This is you. بعد گفتم میدونی خداوند چندین بار اشاره کردی این حتما تو هستی. And when I call, they're going to answer. پس الان من میدونم اگه الان تلفن کنم این تلفن رو برمی‌داره. Because I believe this is you. با اینکه خیلی آدم مشغله هست زیاده من مطمئنم تلفن رو برمی‌داره. I call this person. پس تلفنمو برداشتم بهش تلفن کردم. They answer the phone.
تلفن رو برداشت. And we start talking a little bit. ما شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن. Sharing what God's been talking to us about. بعد شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن درباره چیزی که خدا داره انجام میده. And I said, "Hey, I saw this verse." بعد بهش گفتم میدونی چیه؟ یه آیه برای تو خدا بهم نشون داد. And you know, I just want to give it to you. نمیدونم ولی بس این آیه رو بهت بدم. And I'm thinking, "Man, this doesn't make any sense." بعد به خودم میگفتم اصلا این آیه منطقاً به این شخص ربطی نداره. So I told him, read the whole chapter. There's probably a lot of good stuff in the whole chapter. کل فصل رو بخون. حالا فقط روی این یه آیه تکیه نکن. به خاطر اینکه مطمئن نبودم که این آیه به طور به خصوص به این شخص رفتی داشته باشه. You should get something out of one chapter. فکر کنم کل این فصل چیزی پیدا کنی از خدا. And I said, but look, the main verse that I saw was verse 6. ولی بعد تن دادم به اون چیزی که خدا بهم گفته گفتم که ولی به طور به خصوص روی این یه آیه تاکید می‌کنم. And I said, and here's what it says. و این آیه این رو میگه. And he says, Ryan. میگه رایان. He says, 2 weeks ago, the Lord. دو هفته پیش خداوند. He said, the Lord reminded me of a word that He gave me a year ago. دو هفته پیش خداوند به من یادآوری کرد که یک سال پیش چه پیامی رو یا وعده‌ای رو بهم داده بود. And I've been praying for 2 weeks about that word. و دو هفته است که درباره اون پیامی که خداوند یک سال پیش بهم داده بود. And the verse. دارم دعا می‌کنم. He says, and the verse you just gave me answered what I've been praying for 2 weeks. و اون آیه‌ای که تو من دادی جواب من رو داد. It made no sense to me. برای من منطقی نبود. And I could have easily said. و میتونستم به راحتی بگم. Maybe I added verse 6. شاید آیه 6 هم بسش اضافه کنم. Maybe it's the whole chapter. شاید به احتمال زیاد کل فصل خداوند رو بسش بدم. Maybe I shouldn't give it at all. شاید اصلا نباید تلفن کنم بهش چون منطقی نیست. What if it's wrong? آیاش اگه اشتباه کرده باشم چی اگه هیچ به من برگرده بگه اینا چی داره به من میگی؟ I could have used all kinds of things to talk myself out of it. از طریق منطقم حلاجی کنم که این کار انجام ندم. But I took a step of faith. ولی بر طریق ایمان قدم برداشتم. I'm going to tell you. If you take a step of faith. بهتون میگم که اگه بر طریق ایمان قدم بردارید. Even if you make a mistake, حتی اگه اشتباه بکنید, you have grown and matured in the things of the Spirit. با اینها رشد کردید و عضلات روحانیتون رو پرورش دادید. Because you're showing God. به خاطر اینکه دارین به خداوند نشون میدید. I value what you're revealing. به خاطر اینکه من ارزش قائلم برای چیزی که داری به من نشون میدی. And I'm willing to act on it. و من حاضرم بر طبق اونها عمل کنم. And take a step of faith. بر طبق ایمان قدم بردارم. Amen. آمین. So Father, I just pray for us right now. پس خداوند عیسی مسیح برای هممون دعا میکنم. Awaken the realm of the imagination. بگذار که تصورات روحانی ما رو بیدار کنی. Awaken our hearts. قلب‌های ما رو بیدار نمایی. Awaken our minds. افکار ما و مغز ما رو بیدار نمایی. Awaken our spiritual senses. بگذار که 5 حس روحانی ما بیدار شه. That we will be a people. که ما انسان‌ها مردمانی بشیم. Who know what's happening in the spirit. که بتونیم درک بکنیم در دنیای روح چه اتفاقی داره میفته. And we cooperate with heaven. آسمان همکاری کنیم. To release it in the earth. که اون برنامه‌های آسمان روی زمین رها بشه. In Jesus' name. در نام عیسی مسیح. Amen. آمین. Amen. All right.